تو این درس قصد داریم که در مورد فعل داشتن در زبان انگلیسی صحبت کنیم. برای داشتن در زبان انگلیسی ما هم میتونیم از فعل have و هم از فعل have got استفاده کنیم. البته از have got بیشتر در مکالمه ها و محاوره استفاده میشه شکل مخفف هفگات یه به این صورته اگر که برای سوم شخص مفرد باشه به این صورت میشه بریم سراغ مثال ها مثال اول They have a new car این رو میتونم بگم They've got a new car لیسا

do you have اگر که سوم شخص مفرد باشه does he have و در جواب مثبت کوتاه yes he does و اگر که منفی باشه don't have doesn't have یا جواب منفی کوتاه no i don't الان بریم سراغ have got برای سوالی میگم have you got اگر که سوم شخص مفرد باشه has he got و در جواب کوتاه مثبت yes he has تو حالت منفی میگم haven't got سوم شخص مفرد hasn't got و در جواب کوتاه منفی no i haven't الان توی این قسمت بریم با هم دیگه چند تا مثال ببینیم اول برای حالت سوالی do you have any questions have you got any questions have you any questions که البته این الان دیگه زیاد مرسوم نیست زیاد استفاده نمیشه does she have a car has she got a car has she a car دوباره مثل همون have you زیاد مرسوم نیست و استفاده نمیشه بریم سراغ حالت منفی i don't have any questions i haven't got any questions i haven't any questions زیاد مرسوم نیست she doesn't have a car she hasn't got a car she hasn't a car و دوباره این هم زیاد مرسوم نیست اما از لحاظ دستوری کاملا درسته اما کمی منسوخ شده و زیاد استفاده نمیشه الان بریم سراغ شکل گذشته فعل های have has و have got یا has got برای شکل گذشته have و has ما داریم had برای سوالی کردن had میگیم Did you have Did you have و برای حالت منفیش هم میگیم Didn't have بنابراین شکل گذشته have و has هر دوتا میشن had و شکل سوالی had هم میشه Did you have برای منفی Didn't have این نکته باشه هر جای کلمه دید اومد ما دیگه از حد استفاده نمی کنیم و فقط از کلمه have استفاده میکنیم. Did you have? Didn't have الان بریم سراغ فعل have got. شکل گذشته یه have got می بنابراین یایتون باشه ما had got نداریم و برای شکل گذشته have has have got برای هر تا اینها از had استفاده میکنیم الان بریم سراغ مثال ها بریم سراغ مثال های این بخش اولیش میگه Did you have a car when you were living in Paris? Did you have a car when you were living in Paris? مثال دوم I didn't have my phone. So I couldn't call you. I didn't have my phone. So I couldn't call you. Lisa Lisa had long hair. Didn't she? Lisa had long hair. Didn't she? توی قسمت have و have got در برخی از موارد ما فقط میتونیم از فعل هاو استفاده کنیم وقتی که داریم راجع به فعالیت ها و انجام کاری صحبت می کنیم یا زمانی که داریم راجب به تجربه ها مو صحبت می کنیم به این جدول نگاه کنید این جدول شامل مواردی هست که ما فقط میتونیم از فعل هاو استفاده کنیم وقتی که در مورد خوردن یا آشامیدن صحبت می فقط از فعل هاو استفاده می مثل have breakfast have dinner have a cup of coffee یا have something to eat گفتیم که فعالیت ها مثل have a bath have a shower have a swim have a break have a break به معنی استراحت کردنه have a rest این هم دوباره میشه استراحت کردن have a party جشن گرفتن have a holiday به تعطیلات رفتن مورد بعد have an accident تصادف کردن have an experience تجربه چیزی رو داشتن have a dream خواب دیدن رویا داشتن have a look این نگاه کردن have a look at something have a chat به معنی چت کردنه have a conversation مکالمه کردن have a discussion بحث کردن have trouble have difficulty به معنی مشکل داشتن have fun به معنی خوش گذرانی کردن have a good time یعنی اوقات خوشی داشتن و برای مورد آخر هم have a baby یعنی بچه دار شدن که هم میتونیم بگیم have a baby هم میتونیم بگیم give birth to a baby اینها مواردی هستن که فقط و فقط از فعل have میتونیم استفاده کنیم وقتی have معنی داشتن یا مالک بودن رو نمیده ما میتونیم بهش ing اضافه کنیم مثل he's having a shower now الان داره دوش میگیره ولی اگر هر روز باشه میگن he has a shower every day الان دارن بحث و جدال میکنن they're having an argument به من خیلی داره خوش میگذره I'm having a great time here همونطور که میبینید اینجا have معنی مالک بودن یا داشتن نمیده بنابراین بهش ing اضافه کردیم و در زمان حال استمراری از have استفاده کردیم